در این قسمت از آموزش میریم سراغ گروه فونت و میخوایم با زبانه هم کارمون رو شروع کنیم و با قسمت فونت ها بیشتر آشنا بشیم. اگه شما با مجموعه نرم های آفیس آشنا باشید این قسمت رو کاملا ولد هستید و کار خاصی برای ما نداره ما در این قسمت میتونیم متنمون رو تغییر بدیم مثلا فونتش رو تغییر بدیم سایزش رو تغییر بدیم یا اینکه بولدش کنیم ایتالیکش کنیم یا رنگش رو تغییر بدیم پس میریم سراغ این تنظیمات و میخوایم با این بخش هم آشنا بشیم برای مثال ما میتونیم اینجا داخل یک تکست باکس معمولی که از پیش داخل استایلمون هست این کار انجام بدیم یا اینکه در قسمت هوم و در قسمت دراینگ میتونیم بدون تکست باکس جدید ایجاد کنیم یا از قسمت اینسرت در این قسمت میتونیم این کار رو انجام بدیم من میام یه دونه اسلاید جدید برای خودم ایجاد می میکنم اینجا یه متن دلخواهی رو یادداشت میکنم و میتونم اینجا تمام فونت ها و ما قسمت ها رو تغییر بدم برای اینکه این, این متنم رو تغییر بدم دوبار روش میتونم کلیک ب... کلیک کنم تا متنم به این صورت انتخاب بشه و در این قسمت میتونیم انواع فونت های مورد نظر رو براش در نظر بگیریم فونت ها زیاد هستن شما میتونید فونت هایی رو به نرم افزار خودتون هم اضافه کنید که به راحتی این رو میتونیم انجام بدیم من میام مثلا پیمیترا رو انتخاب میکنم تن این قسمت سایز رو میتونیم خودمون تغییر بدیم سایز دلخواه رو میتونیم داشته باشیم یا اینکه مثلا من میخوام 11.5 رو داشته باشم اینجا میتونم تایپش کنم و اینتر رو بزنم سایز 11.5 پیدا شد برای ما زمانی که این علامت آی بزرگ رو انتخاب کنیم همونطور که از فلشش مشخصه و به سمت بالاست میاد متن رو زوم میکنه با توجه به اندازه که اینجا هست و زمانی که آی کوچیک رو انتخاب کنیم میاد متنمون رو کوچیک‌تر میکنه یا یعنی اگه خاصی تنظیماتتون به حالت پیش برگرده ما میتونیم اینجا کلیر آر رو انتخاب کنیم تا تمام قسمت رو به حالت اولیه و پیش وز برگرده یعنی به حالت دیفالت برمیگرده ما اینجا میتونیم کار بولد کردن رو انجام بدیم یا کنترل بی رو بزنیم اینجا میتونیم ایتالیک کنیم یا کنترل آی رو بزنیم در این قسمت میتونیم یه خطی زیر متنمون بیاریم یا کنترل یو رو بزنیم در این قسمت میتونیم به متنمون یک سایه ای بدیم همونطور که مشاهده میکنید یک سایه مشکی رنگی دور متنمون دیده میشه که با زدن این قسمت اون سایه دیگه از بین میره اینجا میتونیم روی متنمون خط بزنیم و یه خطی روی متنمون بکشیم و ما بریم سراغ تغییر رنگ متنمون ما میتونیم اینجا پس زمینه متنی که نوشیم رو تغییر رنگ بدیم و مثلا بیایم هایلایتش کنیم همونطور که مشاهده می‌کنید رنگ دلخواه رو میتونیم به متنمون بدیم یا یعنی اینکه در این قسمت بیایم خود متن رو تغییر رنگ بدیم در قسمت مور کالرز هم می‌تونیم رنگ مورد نظر رو انتخاب کنیم و تنوع رنگی بسیار بالا هستش پس ما با این قسمت هم تقریبا آشنا شدیم ما بقیه رو در ادامه به مرور زمان یاد می‌گیریم حالا میخوام در رابطه با موضوع مهم دیگه ای صحبت کنم من میام چند تا اسلاید رو به فایلم اضافه میکنم من میخوام در رابطه با سکشن بندی صحبت کنم ما زمانی که اسلاید هامون برای ارائه خیلی زیاد هستش بهتره که اسلاید هامون رو سکشن بندی کنیم برای مثال یک بخشی رو برای مقدمه در نظر میگیریم یه بخشی رو برای ارائه مطالب در نظر میگیریم یه بخشی رو هم برای جنبندی و نتیجه گیری میتونیم داشته باشیم من میام تعداد مثلا ده تا اسلاید برای خودم درست میکنم در این قسمت راست کلیک میکنم و در اینجا میتونم از سیکشن رو انتخاب کنم زمانی که از سیکشن رو انتخاب کردیم اینجا میتونیم نام رو وارد کنیم برای مثال من اینجا میام زبان رو تغییر میدم موضوع رو یادداشت میکنم یعنی ما داریم اینجا این اسلاید رو در نظر میگیریم که موضوع ما هستش زمانی که این فلش رو بزنیم تمام اسلایت هامون مخفی میشن و همونطور که مشاهده میکنید فعلا ما موضوع رو انتخاب کردیم راست کلیک کنیم از سکشن رو بزنیم یک سکشن جدید برای ما ایجاد میشه که این چهار تا یا این سه تا اسلاید داخلش قرار میگیره مثلا اینجا می مقدمه و رینیم رو می‌زنیم الان یه دونه اسلاید داریم که در رابطه با موضوع هستش یه دونه اسلاید داریم در رابطه با مقدمه هستش و ما الان این ستا رو براش در نظر گرفته بودیم میتونیم اینجا رو انتخاب کنیم و کاملا دلخواه هستی که تا این قسمت از سکشن رو میزنیم و یه سکشن جدید برای ما به وجود میاره میدیم سراغ مثلا آزمایشات و اوکی میکنیم الان هر چی اسلاید در اینجا وجود داره برای ما در رابطه با آزمایشات هست و این قسمت رو که بزنیم این حالت برای ما بسته میشه ما ادامهش رو میتونیم انتخاب کنیم مثلا این دو تا حالت رو میتونیم انتخاب کنیم و از اینجا به بعد میاد برای ما نتیجه گیری رو مشخص میکنیم rename رو میزنیم نام این قسمت رو تغییر میکنه الان ما اسلایدمون رو به چند قسمت تقسیم کردیم الان بخش موضوع داریم موضوع رو ما ارائه دادیم میبندیم و باشکاری نداریم بحث مقدمه مونده مقدمه رو ارائه دادیم میبندیم و این سیکشن هم بسته میشه آزمایشات رو داریم و در نهایت نتیجه گیری همونطور که مشاهده میکنید نظم خوبی به اسلایت ها داده شد ما هر بخش رو که خواستیم ویرایش کنیم به راحتی میتونیم اون بخش رو انتخاب کنیم و به این صورت کار ویرایش کردن رو انجام بدیم ما آزمایشات رو میتونیم انتخاب کنیم اسلاید جدید بهش اضافه کنیم نتیجه گیری تعداد اسلایدش کاملا ثابت هست و ما در سیکشن آزمایشات اومدیم یه دونه اسلاید رو برای مثال به این صورت ایجاد کردیم و این قسمت اسلاید هامون بیشتر شد این سیکشن بندی خیلی موضوع ساده یه ولی در این حال خیلی مهم و حیاتی هستش که شما این موضوع رو یاد بگیرید و از این موضوع استفاده کنید برای فایل های 200 الا سیصد اسلاید اونجا متوجه میشید که چقدر این سیکشن بندی میتونه به شما کمک کنه و نظم خوبی رو به اسلایت های شما ارائه کنه. در قسمت بعدی از آموزش با ما ابزارهای زبانه هم آشنا میشیم.